تحریم سراسری انتخابات قلابی، نه بزرگ دیگری از خلق اسیر به دیکتاتوری ولایت فقیه، دزد بزرگ حاکمیت و رأی جمهور مردم ایران. رأی من سرنگونی، آری به جمهوری دموکراتیک. Let's go!
ایران ادنای دخت ایران در شهریار صابه در دهلوران مریوان از برم شهر و احواز تا به بهان و شیران هر شیر و جن سرفراز جانان کرده آباز می‌جنگیم ایران و بس می‌گیریم می‌جنگیم ایران و بس می‌گیریم از سیر جان رسیده فریاد داد خواهی از اصفهان به پا خواست آتش بر این سیاهی از رشت و یزد و تبریز پردیس خاک گلریز پیچید بانگ برخیز فرمان سرخ بستیز می‌جنگیم می‌میریم ایران و بس می‌گیریم می‌جنگیم می‌میریم ایران و بس شهر و ورامین پیکار با ستمگر گشت از رسم آیین در هر کجای ایران این میهن خروشان خیزد صدای یاران تا روز فتح تهران می‌جنگیم می‌میریم ایران و پس می‌گیریم می‌جنگیم می‌میریم ایران و پس می‌گیریم می‌جنگیم قیام بازنشستگان به سطوح آمده در 23 شهر میهن ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم مجلس دولت بس است فریب ملت تنها راه رهایی از سفره‌های خالی فریاد در خیابان نه تهدید نه سرکوب دیگر اثر ندارد تهران شیراز تبریز مشهد اصفهان سنندج رشت اهواز یزد اردبیل قزوین کرج عراق کرمانشاه خرم‌آباد ایلام ساری نیشابور شوش شوشتر کرمان گرگان و ابهر ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم بازنشسته بیداره از ظلم و از تبعیض بیداره نه مجلس نه دولت نیستم به فکر ملت خیلی دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم حیات از
دادگو، داداری دروگو، فاسد وعده ها کو. عدالتی ندیدیم ما دیگه رای نمیدیم، عدالتی ندیدیم ما دیگه رای نمیدیم. دولت سرمایه دار دست از سر ما بردار، دولت سرمایه دار دست از سر ما بردار. حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی، حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی. حق حقوق ما را دولت فلا کشیده، حق حقوق ما را دولت فلا کشیده. خانم مریم رجوی، اعتراض‌ها و قیام بازنشستگان شریف میهنمان که امروز بار دیگر در سراسر ایران با شعارهای تحریم نمایش دروغین و قلابی انتخابات فرمایشی بالا گرفت، فریاد اعتراض عموم مردم ایران برای احقاق حقوق به یغما رفته مردم توسط رژیم غاصب و فاسد آخوندهاست. رژیمی که دارایی‌ها و ثروت ملی و ثمره رنج و کار زحمتکشان ایران را در چپاول‌های حکومتی و در تنور جنگ‌افروزی و برنامه‌های اتمی و موشکی و تروریسم و سرکوب داخلی فقط برای بقای حکومت آخوندی ضایع می‌کند. حق با معترضین و قیام کنندگان است که به درستی می‌خروشند: ما دیگر رأی نمی‌دهیم، زیرا عدالتی ندیدیم و فقط دروغ شنیدیم. آنها که به ولی فقیه و مجلس و دولتش میگویند فریب ملت بس است. آنها که بدون ترس از تهدید و سرکوب تنها راه رهایی از سفره‌های خالی را خیزش و فریاد در خیابان یافتند. عموم هموطنان به ویژه جوانان غیور میهن را به همراهی و همبستگی و حمایت از خواستهای برحق بازنشستگان دعوت می کنم. تا دیکتاتوری آخوندی بر سر کار است، بیکاری و تورم و فساد و بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می شود. رأی ما سرنگونی است. اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران. سخنان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. در 14 گذشته شورای ملی مقاومت تمام نمایش‌های انتخاباتی رو قاطعانه تحریم و رقم سازی های رژیم برای افزایش چند برابری درصد مشارکت رو افشا کرده. این بارم شعبده
انتخاباتی فاشیسم دینی از طرف مردم ایران پاسخی جز طرد و تحریم سراسری نداره. آری، رأی ما سرنگونی است. ما میگوییم نه به رژیم ملت فقیه و آری به یک جمهوری دموکراتیک. امروز به صورت قابل رؤیتی اوضاع سیاسی و اجتماعی برای سرنگونی رژیم آماده و پخته شده است. واقعیت غیر قابل انکار ورود جامعه ایران به فاز قیام و جنبش، اونم از دی ماه سال 96 به این طرفه. از اون روز تا به حال 5 قیام سراسری و قیام‌های متعددی در کازرون، برازجان، سیستان و بلوچستان برپا شده. به علاوه اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری توسط اقشار مختلف جامعه، از کامیونداران تا بازنشسته‌ها، کارگران فولاد اهواز، نیشکر هفت‌تپه، معلمان، دانشجویان و پرستاران تا کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق پی در پی جریان داشته. رژیم کاملاً آگاهه که از جانب قیام‌های بسیار رادیکال تهدید میشه، اما قادر به ارائه راه حل سیاسی و اقتصادی برای مهار قیام‌ها نیست. هر راه حلی هم در پیش بگیره بنیادهای خودش رو نفی میکنه. سخنان دکتر منوچهر هزارخانی، مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر، پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش، دکتر صالح رجوی، مسئول کمیسیون بهداشت و درمان، دکتر سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی، استاد جلال گنجه‌ای، مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان، ابراهیم مازندرانی، مسئول کمیسیون اصناف، دکتر محمد علی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌ها، سنا سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، پرویز خزائی، نماینده شورا در کشورهای اسکاندیناوی، و خانم فلور صدودی، عضو شورای ملی مقاومت ایران. پخش در ساعت 22 به وقت ایران، ساعت 19:30 دقیقه به وقت اروپا، ساعت 13:30 دقیقه به وقت واشنگتن. شانزدهم فروردین، سالگرد تهاجم هوایی رژیم آخوندی به قرارگاه اشرف با 13 فانتوم در عید فطر در سال 1371. سرنگون شدن یک فانتوم رژیم و دستگیری دو خلبان توسط مجاهدین. شکست طرح خامنه ای برای انهدام مقر فرماندهی ارتش آزادی بخش. رژیم ادعا کرد مسعود و مریم رجوی و فهیمه اروانی در اثر بمباران کشته شدند و یک برید مزدور در رسانه‌های رژیم گفت این را به چشم خود دیده است.
پخش در پایان اخبار. خبرگزاری بلومبرگ: واکسیناسیون در ایران کمتر از 0.1% جمعیت است. به این ترتیب واکسیناسیون 75% جمعیت 10 سال طول می کشد. بلومبرگ: واکسیناسیون در بحرین بیش از 35%، در ترکیه 11.5%، آمریکا 31% و در انگلستان 47% است. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای قلابی شهر تهران: تأخیر و عقب ماندن فرایند واکسیناسیون که تاکنون به 1% هم نرسیده برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست. این تأخیر خسارات بسیار بیشتری از هزینه واکسیناسیون وارد می کند. هراس از قیام مردم در مجلس ارتجاع: مسئله اصلی امروز مردم واکسن است. وضعیت نامطلوب واکسیناسیون با توجه به پیک چهارم و شروع کرونا مخصوصاً از نوع انگلیسی. امروز نمیدونم رنگ فلان شهرستانا آبی باشه یا زرد باشه یا نارنجی یا قرمز، این فقط وظیفه قرارگاه ستاد کرونا نیست. مسئله واکسن کرونا که بایستی حل بشه. امروز مشکل جدی مردم این استش که هنوز نتونسته دولت برای این موضوع، برای این اپیدمی که در کشور ایجاد شده، اون واکسن مورد نیاز را تأمین کنه و نسبت به واکسن نمودن مردم اقدام نماید. آمار جانگداز قربانیان کرونا در 533 شهر به بیش از 243,300 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم: شمار شهرهای قرمز و نارنجی به 173 شهر رسید. 4,057 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت رژیم: در هر 31 استان کشور ویروس جهش یافته انگلیسی وجود دارد. در برخی استانهای جنوب غربی تا 50% تست ها مثبت است. احتمال قرمز شدن تهران و اصفهان در هفته آینده وجود دارد. وزارت بهداشت رژیم: تا اطلاع ثانوی مرگ های کرونایی سرقمی خواهد ماند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: شروع خیز چهارم کرونا در خراسان جنوبی. تعداد مبتلایان کرونا نسبت به هفته آخر اسفند 8 برابر افزایش یافته است. محمد دهقانی: افزایش 188% بیماران بستری کرونا جای نگرانی دارد و در صورت تداوم بیمارستان‌های ما مملو از بیمار خواهد شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره شروع گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و رژیم ایران و تبعیت کامل رژیم از برجام. این یک گام مهم اگرچه مقدماتی است. دیپلماسی سخت و هوشمند در هماهنگی نزدیک با متحدان اروپایی و شرکای منطقه‌ای ما بهترین راه برای جلوگیری از تولید سلاح اتمی توسط رژیم ایران و احیای تبعیت کامل از برجام است. سناتور تاد یانگ، عضو سنای آمریکا: رژیم ایران مجهز به سلاح اتمی تهدید خطرناکی برای منافع آمریکا و متحدان و همکاران ماست. سناتور تاد یانگ: من یک لایحه دو حزبی برای ممانعت از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای پیشنهاد دادم و در آن به دامنه گسترده رفتار نامشروع رژیم ایران اشاره کردم. اطمینان دادن لفظی معاون وزارت خارجه رژیم به نمایندگان مجلس ارتجاع در آستانه سفر به وین: هیچ طرح گام به گامی یا هیچ پیشنهاد گام به گامی را نداریم و نه قبول می کنیم.
یک گام از نظر ما بیشتر وجود ندارد. آمریکا تمامی تحریم‌هایی را که بعد از خروج در دوران آقای ترامپ مجدداً اعمال شد یا جدیداً اعمال شد یا برچسب اونها عوض شد، اینها را باید بردارند. بعد ما راستی آزمایی می‌کنیم و بعد ما به تعهداتمان برمی‌گردیم. در آستانه عزیمت بنده به وین برای شرکت در جلسه کمیسیون مشترک برجام با کشورهای 4 به اضافه 1، کمیسیون محترم امنیت ملی مجلس علاقمند بودند که در جریان آخرین وضعیت قرار بگیرند. ما هم طبق روالی که داریم برای توضیح و توجیه نمایندگان محترم در این جلسه من شرکت داشتم، توضیحات ارائه کردم خدمتشون. بعضی از سوالات و نگرانی ها وجود داره کاملا تشریح کردم. آنچه که ما در وین در کمیسیون مشترک دنبال میکنیم دقیقا مبتنی بر مواضع قطعی نظام هست که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده، توسط مسئولین کشور بارها اعلام شده. ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک مذاکره میکنیم، با کشورهای 4 به اضافه 1 مذاکره میکنیم و خواسته خودمون، شرط خودمون رو برای بازگشت به برجام به اونها اعلام خواهیم کرد که خواسته ما و شرط ما این هست که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خودش رو انجام بده، همه تحریم هایی که گذاشته رو برداره و بعد از اون ما راستی آزمایی میکنیم و ما برمیگردیم. این اگر که کشورهای 4 به اضافه 1 تونستن آمریکایی ها رو از این جهت راضی بکنن به هر روشی که خودشون میدونن، این دیگه به ما ربطی نداره. اگر تونستن راضی بکنن خب طبیعی هستش که ما به همون مسیر عمل میکنیم. گفتگوهای ما با 4 به اضافه 1 در وین گفتگوهای کاملا فنی هست، در مورد تحریم هایی که باید برداشته بشه، در مورد اقداماتی که ایران باید انجام بشه، در مورد ترتیب اینها که آمریکایی ها باید اولا انجام بدن، راستی آزمایی باید صورت بگیره. ما این رو هم عرض بکنم که هیچ طرح گام به گامی یا هیچ پیشنهاد گام به گامی رو نداریم نه قبول میکنیم. یک گام از نظر ما بیشتر وجود نداره و اون گام این هستش که آمریکا تمامی تحریم هایی رو که بعد از خروج در دوران آقای ترامپ مجدداً اعمال شد یا جدیداً اعمال شد یا برچسب اونها عوض شد، اینها رو باید بیان بردارن، اینها باید مشخص بشه، تعریف بشه، اینها رو آمریکا باید برداره. بعد ما راستی آزمایی میکنیم و بعد هم ما به تعهداتمون برمیگردیم. روزنامه حکومتی جهان صنعت: این مذاکره میتواند دارای چالش‌های جدی و مخاطره برانگیزتر از قبل باشد. روزنامه حکومتی جهان صنعت: خامنه ای اعلام کرده است که آمریکا زمانی میتواند با ایران دور میز مذاکره بنشیند که به برجام با تعریف جمهوری اسلامی بازگردد و تحریم ها را کامل بردارد و این امر راستی آزمایی شود. بنابراین اگر به گفته صالحی جمهوری اسلامی پشت میز مذاکره بدون در برداشتن این موارد بنشیند، به معنای عقب نشینی آشکار از مواضع خامنه ای محسوب خواهد شد. اگرچه ممکن است در فضای پروپاگاندا و در داخل کشور این اتفاق به ضعف آمریکا تعبیر شود، اما در محافل تحلیلی برداشت دیگری می شود که با وجود همه فعالیت ایران برای گذاشتن تخم مرغ‌هایی در سبد گرفتن امتیاز از آمریکا، اولین امتیاز را جمهوری اسلامی داده است. چرا که به جای پارادایم نه جنگ نه مذاکره ای که خامنه ای بیان کرده، نظام ایران پای میز مذاکره با آمریکا در شرایطی نشسته است که نه تحریم ها برداشته شده و نه راستی آزمایی صورت گرفته و نه آمریکا پذیرفته که برجام 2015 را مهر و امضا کند. این روزنامه می افزاید ممکن است آمریکایی ها برخی تحریم ها در قالب پرونده هسته ای را نادیده بگیرند، اما به هیچ وجه تحریم ها علیه نظام را لغو نمی کنند. دیر یا زود جمهوری اسلامی و آمریکا پای میز مذاکره خواهند نشست، اما این مذاکره میتواند دارای چالش‌های جدی و مخاطره برانگیزتر از قبل باشد، چرا که اولین نتیجه عملیاتی آن همگرایی بیشتر قدرت‌های منطقه‌ای و اروپایی متحد با آمریکا و کند شدن لبه تیز حمایت مسکو و چین از نظام ایران است و با توجه به تلاش جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به چین، آنها متوجه می شوند نظام تلاش کرده است از توافقنامه 25 ساله به عنوان ابزاری برای دست بالا داشتن در مذاکره با آمریکا
استفاده کند. روزنامه حکومتی وطن امروز: دولت روحانی در مسیر یک خطای راهبردی دیپلماتیک دیگر. روزنامه حکومتی وطن امروز با عنوان پشت پرده شیطنت اخیر درباره مذاکرات هسته‌ای چیست، گاندو سه ویان و ویان بارانداز گاندوبازها، درباره اجلاس روز سه‌شنبه کشورهای عضو برجام در ویان نوشت: دولت روحانی با قرار گرفتن در مسیر یک خطای راهبردی دیپلماتیک دیگر دوباره در تکاپوی تحمیل هزینه گزاف به منافع ملی افتاده است. خطایی که می تواند تمام تلاش‌های ماه‌های اخیر کشور جهت رفع مؤثر تحریم‌ها را برباد داده و خنثی کند. هشدار ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، به رژیم برای تبعیت کامل از توافق هسته‌ای. رویترز، 14 فروردین. روز شنبه وزیر خارجه فرانسه از رژیم ایران خواست در گفتگوهای غیر مستقیم که هفته آینده با آمریکا در ویان برگزار می شود، به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای احیای توافق اتمی 2015 موضعی سازنده اتخاذ کند. ژان ایو لودریان به دنبال تماسی با جواد ظریف در بیانیه‌ای اعلام کرد وی از رژیم ایران خواسته است از بحث بیشتر در مورد تعهدات اتمی فعلی جهت کمک به مذاکرات خودداری کند. لودریان گفت: من رژیم ایران را تشویق کردم تا در بحث‌هایی که قرار است انجام شود سازنده باشد. آنها قرار است در هفته‌های آینده مراحل لازم را برای بازگشت به تبعیت کامل از توافق اتمی مشخص کنند. فضیحت توافق وطن فروشانه خامنه‌ای با چین، هراس رژیم از روشنگری مجاهدین و اعتراضات مردمی. تلویزیون حکومتی: با جامعه لجبازی مواجه هستیم، از آنهایی که با محوریت مجاهدین ذاتاً با فلسفه نظام مشکل دارند، انتظاری نیست که بیایند بشکن بزنند برای سند همکاری با چین. افکار عمومی رو قانع کرد، اونم افکار عمومی کشوری مثل ایران که ذاتاً بخشش لجباز هستن. وقتی شما با یه جامعه لجبازی مواجه هستیم، این نگرانی وجود داره که مبادا اینها به بهانه سرمایه گذاری روی حوزه نفت و گاز، روی حوزه نمیدونم مسائل دفاعی امنیتی، خدای نکرده بیان یه زمانی ما متوجه بشیم که نه، تبدیل شده عملا به پایگاه چینی ها، یا بستر فراهم بشه برای انتقال به اصطلاح ناوهای جنگی چینی، چون چینی ها انقریب تا دو سال آینده بزرگترین ناوهای جنگی رو خواهند ساخت. متاسفانه فضای لجام گسیخته و بی‌تر و پیکری است و عملاً تبدیل به تهدید، بله عملاً تبدیل به یک تهدید برای امنیت ملی ما شده. هر کسی به هر شکلی که دلش میخواد، یعنی هر فرد یک رسانه مختار بدون مانع و بدون مزاحم هر جوری تحلیل بکنه، اون بسیار خطرناکی که به نظر ما باید براش فکری کرد. یه بخش هم معمولا برمیگرده به هر حال اونهایی که ذاتن با فلسفه جمهوری اسلامی ایران مشکل دارن، مخالفش هستن در خارج از کشور، با محوریت منافقین، گروه اپوزیسیون. فضای مجازی میبینیم حمله میشه به قرارداد ایران و چین بدون قضاوتی که ما بخوایم انجام بدیم. هی این کلیدواژه ترکمنچای، چه تناسبی بین واقعا ترکمنچای در اون زمان و این قرارداد وجود داره که این همه رسانه های حالا مقابل جمهوری اسلامی ایران اینقدر دارن این کلیدواژه رو وایرال میکنن، به قول معروف اینقدر ازش استفاده میکنن، هشتگش میکنن و میزنن در واقع قرارداد ایران چین رو از طریق این کلمه. ما یه اپوزیسیون داریم، یک خود ملت رو داریم که فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. در هیچ جای این سند همکاری اشاره به هیچ شهری، به هیچ منطقه‌ای، به هیچ جایی نشده که قرار واگذار بشه، فروخته بشه یا کاری انجام بشه. صرفاً به بله، صرفاً به مکران اشاره شده، اونم برای ساخت و ساز و توسعه. زوزه‌های حکومت آخوندی از افشاگری مجاهدین در مورد قرارداد وطن فروشانه خامنه‌ای. آخوند حسینی، امام جمعه رژیم، در بندر دیر:
مجاهدین که با توپ و تانک می‌خواستند ایران را بگیرند، حالا به فکر استقلال کشور افتادند. مهرعلی حسینی، امام جمعه بندر دیر: دشمن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی در صدد مأیوس و منحرف کردن جوانان از خط انقلاب است که متأسفانه در داخل نیز کسی نسبت به هشدارهای رهبری در خصوص مدیریت فضای مجازی توجه نمی‌کند. این قرارداد و توافق نیست، بلکه یک سند جامع راهبردی و نقشه راه است که جنبه اجرایی ندارد. مجاهدین با توپ و تانک می‌خواستند ایران را بگیرند و فتنه‌گرانی که در سال 88 اصل نظام را نشانه گرفتند، حالا اینها به فکر استقلال کشور افتادند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: طرف معامله جمهوری اسلامی کشور چین است که نه قاسم سلیمانی را ترور کرده و نه هیچ مقام سیاسیش در جمع مجاهدین وعده جشن و پایکوبی در پایتخت ایران را داده است. طرف معامله ایران کشور چین است که نه قاسم سلیمانی را ترور کرده، نه از ترور دانشمندان هسته‌ای حمایت کرده و نه هیچ مقام سیاسیش در جمع مجاهدین وعده جشن و پایکوبی در پایتخت ایران را داده و دست آخر این که نه با بودجه دولتیش رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان و جنگ رسانه‌ای و روانی علیه سلامت ذهن و روان ایران و ایرانی به راه انداخته. سایت معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه ارتجاع در سپاه پاسداران: شبکه‌های اجتماعی حرکت به سوی بازآفرینی فتنه 88 در انتخابات. میتوان به نقش شبکه اجتماعی کلاب هاوس در گفتگوی مستقیم با عناصر آلوده شبکه‌های امنیتی و مجاهدین، ارتباط مستقیم مجاهدین با مردم و هدایت و راهبری کانون‌های شورشی مجاهدین در بستر امن رمز شده کلاب هاوس اشاره کرد. سایت معاونت سیاسی نمایندگی خامنه‌ای در سپاه پاسداران: کلاب هاوس حرکت به سوی بازآفرینی فتنه 88 در انتخابات ریاست جمهوری 1400. بستر انقلاب رنگی انتخابات ریاست جمهوری است. در فتنه 88 توییتر، فیسبوک و سرویس های گوگل آتش بیار معرکه بودند، اما نقش توییتر آنقدر برای دولت دموکرات مهم بود که دقیقاً در ملتهب ترین روزهای آن فتنه، مانع از تعطیلی این میکروبلاگ برای اصلاح حفره های نرم افزاری شدند. اما 12 سال پس از آن فتنه، شرایط فضای مجازی ول و تحرکات جریان تحریف و جریان نفوذ با هماهنگی دولت دموکرات آمریکا یعنی جو بایدن بسیار شبیه به وضعیت انتخابات ریاست جمهوری 88 شده است. این بار تفاوت‌های جدی در میزان کمی مخاطب، فقر گسترده سواد رسانه‌ای در این مخاطب، وقوع چنین فتنه مانند 96 و 98 با بستر فضای مجازی یله و رها و سکوهایش، وقوع چندین حمله تروریستی با سکوهای رمز شده نظیر تلگرام، واتساپ و سیگنال به کشور، دخالت گسترده از طریق عمدتاً تلگرام در انتخابات مجلس 94، ریاست جمهوری و شورای شهر 96 و غیره نسبت به سال 88 می‌بینیم. اما این بار در آستانه انتخابات 1400، جریان تحریف با کلاب هاوس و سیگنال به علاوه تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، سرویس‌های گوگل و برخی اپلیکیشن‌های خاص بر روی ابزارهای هوشمند که حتی نیازی به اینترنت ندارند، اینترنت ماهواره‌ای و شبکه بلاکچین می تواند کشور را دچار مشکلات متعدد امنیتی، اجتماعی و سیاسی کند. اما نقش کلاب هاوس در شناسایی نخبگان، شناسایی شبکه، رهگیری آنان، سرقت اطلاعات نخبگان بر روی ابزارهای هوشمند، نشت گسترده اطلاعات در چت‌های صوتی در اتاق‌ها به واسطه تحریک عناصر امنیتی، شکستن تابو در گفتگوی مستقیم
با عناصر آلوده شبکه‌های امنیتی و مجاهدین، ارتباط مستقیم ضد انقلاب، مجاهدین با نخبگان و مردم، هدایت و راهبری کانون‌های شورشی مجاهدین در بستر امن رمز شده کلاب هاوس، راهبری و تمرین اقدامات ضد امنیتی، ایجاد دو قطبی‌های کاذب در جامعه، مهندسی اطلاعات و اخبار، بستر ساخت گسترده اخبار جعلی، بستر پرتأثیر وارونه نشان دادن حقایق، بستر تعویض جای جلاد و شهید، بستر دخالت گسترده در انتخابات توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی، بستر تغییر هویت جوانان و غیره میتوان اشاره کرد. نکته مهم آنجاست که بیش از 1000 کانال تلگرامی و هزاران اکانت توییتری و اینستاگرامی، صدها سایت خبری عمدتاً وابسته به جریان تحریف به عنوان پیوست رسانه‌ای کلاب هاوس فعالیت می‌کنند. خباثت جریان تحریف برای ایجاد آشوب به نیت نفوذ، کمرنگ کردن انتخابات و براندازی انقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست. آقایان مسئول، خوب است به تذکرات اول فروردین 1400 خامنه‌ای توجه ویژه‌ای کنید. و من این را هم عرض بکنم، اینها دیگر اطلاعات ماست. ملت عزیز هم بدانند که دستگاه‌های جاسوسی و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهایی و از همه بدتر کشور آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی از چندی پیش و نه امروز دارند تلاش می‌کنند که انتخابات آخر خرداد را بی‌رونق کنند یا برگزار کنندگان را متهم می‌کنند و می‌گویند انتخابات مهندسی شده. در واقع برگزار کنندگان انتخابات را دارند متهم می کنند یا شورای محترم نگهبان را متهم می کنند یا مردم را دلسرد می کنند و می گویند رأی شما اثری ندارد، در بهبود اوضاع تأثیری نمی گذارد، چرا بی خودی خودتان را خسته می کنید؟ با شدت تمام از این کارها دارند می کنند و از فضای مجازی هم حد اکثر استفاده را دارند می کنند. زندان مرکزی ارومیه، اعدام 3 زندانی توسط دشخیمان خامنه‌ای. تصمیم ضد مردمی رژیم آخوندی برای افزایش نرخ کرایه تاکسی. مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران: از اول اردیبهشت نرخ کرایه تاکسی 35% افزایش خواهد یافت. بورس در بازار تهران با کاهش 13415 واحدی روبرو شد. بالا گرفتن بحران در رأس نظام در آستانه نمایش انتخابات. حمله نماینده خامنه‌ای در کیهان به آخوند روحانی. پاسدار حسین شریعت مداری: اگر قرار است رفراندومی برگزار شود، باید این سوال پرسیده شود که آیا مسئولان ایجاد این بلاها تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟ روزنامه حکومتی شرق: دعوای انتخابات را به نیروهای مسلح نکشانید، شوخیش هم خطرناک است. استفاده از نظامیان برای گرم کردن تنور انتخابات گزینه خطرناکی است. مصطفی تاجزاده، معاون سابق وزیر کشور رژیم: آیا خامنه ای به پیامدهای مخرب دخالت نظامیان در انتخابات توجه دارد؟ با بروز اختلافات ویرانگر در سپاه در روزهای گذشته، بهتر میتوان دریافت چرا خمینی آن را سم مهلک خواند. عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی رژیم و عراق: دولت عراق از پرداخت پول گاز به بهانه تحریم بانک های ایرانی خودداری میکند. یحیی آل اسحاق: عربستانی ها سعی می کنند در حوزه اقتصاد عراق نفوذ کنند. دیداری نیز با الکاظمی نخست وزیر عراق داشتند و در مورد سرمایه گذاری های مشترک صحبت هایی کردند.
فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگداز قربانیان در 533 شهر از 243,300 نفر بیشتر است. نمکی: مهار کرونا از دست ما در رفته. شرایط بسیار سنگین و دشوار است. حریرچی: هفته ی آینده تهران و اصفهان احتمالاً قرمز می شود. بیماران سرپایی در یک هفته از 31,000 به 61,000 رسیده است. در هر 31 استان ویروس انگلیسی وجود دارد. تا سه هفته آمار فوتی ها سه رقمی خواهد بود. در تهران شمار بستری و فوت 50-70% افزایش داشته است. توکلی: در تهران حداقل باید 8,000 تخت بیمارستانی را آماده کنیم. موارد بستری در ICU نیز افزایش یافته است. نظری عضو شورای قلابی شهر تهران گفت: هشدارهای فراوانی پیرامون قرمز شدن تهران مطرح شده است. نباید مردم را مقصر بدانند. سوء مدیریت بیماری را به پیک چهارم رسانده است. از واکسیناسیون عمومی خبری نیست و تنها برای اقشار و گروه‌های خاص آغاز شده است. دانشگاه پزشکی دسفول: ظرفیت بیمارستان گنجویان تکمیل شده است. هر چه تخت ICU ایجاد شود، باز هم کم است و باز هم نیاز داریم. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر یک شنبه 15 فروردین 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 533 شهر از 243,300 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 9,723 نفر، در البرز به 6,028 نفر، در اصفهان به 15,855 نفر، در تهران به 56,086 نفر، در خراسان رضوی به 15,705 نفر، در خوزستان به 14,399 نفر، در فارس به 7,137 نفر، در کردستان به 4,212 نفر، در کرمانشاه به 4,859 نفر، در کوکیلویه و بویرحمت به 1,869 نفر، در لرستان به 10,293 نفر، در مازندران به 10,380 نفر، در هرمزگان به 2,725 نفر، در همدان به 5,563 نفر و در یزد به 4,382 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم در آمار مهندسی شده خود شمار جانباختگان طی 24 ساعت را برای اولین بار در 104 روز گذشته 161 نفر ذکر کرد. و نمکی، وزیر بهداشت آخوندها، در کمیسیون بهداشت مجلس ارتجا گفت الان 4 رئیس دانشگاه با کووید انگلیسی درگیر هستند. امروز مهار اژدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا از دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ سرقمی را بیاوریم زیر سرقمی نمی دانم. شرایطمان شرایط بسیار سنگین و دشواری است. هر 4 تا رئیس دانشگاه من متاسفانه با کووید انگلیسی درگیرند. امروز مهار اژدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ سه رقمی رو بیاریم زیر سه رقمی نمیدونم کی. بخواهم همیهنان گرامی، خبرها را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه میدیم. اشقمان خامنه ای 3 زندانی را در زندان ارومیه اعدام کردند. حکم جنایتکارانه اعدام صبح روز یک شنبه 15 فروردین اجرا شد. این زندانیان روز قبل از آن به سلول انفرادی منتقل شده بودند. انتقال زندانیان برای اعدام مورد اعتراض خانواده های آنها قرار گرفت. بورس در پایان معاملات روز یکشنبه با کاهش 13415 واحدی روبرو شد. یک منبع حکومتی روز 15 فروردین نوشت
برخلاف تمام پیشبینی‌ها و دلداری‌ها در یکی دو هفته پایانی سال 1399 که در سال 1400 وضعیت بورس تغییر می‌کند و دیگر اینطور آشفته حال نیست، همه چیز دیروز نقش بر آب شد و شاخص بورس در آغاز اولین هفته پایان تعطیلات نوروز افت کرد. در اولین جلسه مجلس ارتجاع در سال 1400، پاسدار قالیباف ضمن مجیزگویی های ابلهانه از قرارداد وطن فروشانه با چین گفت با امضای این سند آمریکا می فهمد که مناسبات بین المللی به ضرر آمریکا در حال تغییر است. درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین نیز تصریح می‌کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است. از سوی دیگر در همین جلسه مجلس آخوندی، علی علیزاده در وحشت از اعتراضات مردمی علیه قرارداد وطن فروشانه گفت سری و محرمانه بودن قرارداد با چین بدبینی مردم را به دنبال دارد. در خصوص سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، بحث سری و محرمانه بودن این سند هستش. طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی حتما باید مجلس در جریان باشد و ما چیز سری و محرمانه در رابطه با روابط خارجی نباید از مردم داشته باشیم. افکار عمومی را بدبین خواهد کرد و فضاسازی‌های غربی‌ها و غربگراهای داخل کشور را در واقع دامن خواهد زد و این باعث بدبینی مردم خواهد شد و تصورات خیالی را در جامعه به نوعی همه‌گیر خواهد کرد. حتی اگر چین هم بخواهد محرمانه بماند، قانون اساسی ما همچین اجازه ای نمی‌دهد. قاعدتاً باید به اطلاع مردم و مجلس رسیده باشد. احمد علیرضا بیگی، یک عضو دیگر مجلس ارتجاع، نیز نسبت به پیامدهای وضعیت فاجعه بار اقتصادی بر اثر فساد حکومتی ابراز نگرانی کرد و گفت خشم و غضب از پیامدهای ناگوار حادثه افزایش قیمت بنزین، تورم لجام گسیخته، صف تحویل روغن و مرغ را نمیتوان از نظر دور داشت. اگر اشتباهات گذشته جبران نشود و برای تغییر شرایط موجود چاره اندیشی نشود، خسارتی بزرگ در انتظار ما خواهد بود. مردم در فرصت مناسب عکس العمل نشان خواهند داد. احساس ظلم در مردم مال باخته بورس، خشم و غضب از پیامدهای ناگوار حادثه افزایش قیمت بنزین، تورم لجام گسیخته، صف طویل روغن و مرغ را نمیتوان از نظر دور داشت. آثار این فجایع در انتخابات پیش رو هویدا خواهد شد. در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم، سپاه پاسداران که تا خرخره در فساد و باندبازی های چپاولگرانه غرق شده است، بر سر کاندیدا شدن پاسدار سعید محمد دچار کشمکش درونی شده است. پس از اعلام خبر برکناری پاسدار سعید محمد از قرارگاه چپاولگر خاتم به خاطر تخلف توسط پاسدار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران یعنی پاسدار سعید محمد واکنش نشان داد و گفت یدالله جوانی مسئولیت سخنگوی سپاه پاسداران را ندارد و تحلیل شخصی خود را به عنوان یک شخصیت حقیقی عنوان نموده است. همچنین این پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه ضد خلقی، به تقابل با پاسدار جوانی پرداخت و اعلام کرد هر کس میگوید تخلف بوده، باید متقن و دقیق بگوید چه تخلفی بوده است. برداشت یک معاون سپاه این بوده که تخلف صورت گرفته،
اما نظر رسمی سپاه ممکن است این نباشد. به دنبال این فضیحت و بالا گرفتن کشمکش در سپاه پاسداران ولایت تبهکار خامنه ای، روزنامه حکومتی شرق نوشت استفاده از نظامیان برای گرم کردن تنور انتخابات گزینه خطرناکی است. دعوای انتخابات را به نیروهای مسلح نکشانید، چون شوخیش هم خطرناک است. مصطفی تاج‌زاده، معاون سابق وزیر کشور رژیم، نیز با وحشت نوشت آیا خامنه‌ای به پیامدهای مخرب دخالت نظامیان در انتخابات توجه دارد؟ با بروز اختلافات ویرانگر در سپاه در روزهای گذشته بهتر میتوان دریافت چرا خمینی آن را سم مهلک خواند. کشمکش فضاحت‌بار دیگری که در آستانه نمایش انتخاباتی در نظام بحران‌زده آخوندها بالا گرفته، بر سر سریال تلویزیونی گاندو علیه باند مغلوب است که به دنبال شکوه و شکایت‌های جواد ظریف ادامه پخش آن به بعد از نمایش انتخابات موکول شده است. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم روز 14 فروردین اعلام کرد این سریال به طور موقت تعطیل شده و در آینده نزدیک ادامه سریال بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای پخش خواهد شد. پیش از توقف این سریال، مشاور رئیس شبکه 3 تلویزیون رژیم در پاسخ به جواد ظریف که گفته بود سریال گاندو دروغ است، اعلام کرد که مستندات جدیدی از سوژه‌های این فیلم که افراد نزدیک به جواد ظریف و وابسته به گروه‌های ساخته و پرداخته رژیم از جمله نایاک هستند در اختیار دارد که منتشر خواهد شد. خبرهایی از پاندمی کرونا در سراسر جهان. قرنطینه سراسری و تدابیر محدود کننده همراه با واکسیناسیون گسترده در فرانسه برای مقابله با شیوع ویروس جهش یافته ادامه دارد. شهر لیون استادیوم المپیک خود را به محلی برای تزریق واکسن کووید 19 تبدیل کرده است، با این هدف که بتواند در تعطیلات چند روزه عید پاک روزانه 30,000 نفر را واکسینه کند. شهر لیون و حومه آن از جمله مناطقی هستند که تعداد بیماران کرونا در آن به شدت افزایش یافته است. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد در شبانه روز گذشته از تعداد 3,007 تست انجام شده 341 مورد، معادل 11.3% بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده است. طی همین مدت 9 نفر از سنین 37 تا 79 ساله جان خود را در اثر کرونا از دست دادند. شنبه شب 14 فروردین اعلام شد 20 نفر از شخصیت‌های سیاسی و نظامی اردن از جمله وزیر دربار سابق دستگیر شده و امیر حمزه ولیعهد سابق تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است. ارتش اردن طی بیانیه‌ای تاکید کرد بازداشت‌ها به دلیل فعالیت‌هایی صورت گرفت که امنیت این کشور را تهدید می‌کرد. ارتش اردن بازداشت حمزه بن حسین ولیعهد سابق را تکذیب، اما اعلام کرد از او خواسته شده به اقداماتی که علیه امنیت اردن مورد استفاده قرار گیرد پایان دهد. امیر حمزه در یک ویدیو کلیپ اعلام کرد که خودش و همسرش در بازداشت خانگی هستند و برخی از همراهانش دستگیر شدند. امروز نایب نخست وزیر اردن در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد بازداشت شدگان با طرفهای خارجی در ارتباط بودند و برای زمان مناسب به منظور به خطر انداختن امنیت کشور برنامه ریزی می کردند. بینندگان عزیز، به پایان اخبار رسیدیم.